همراه میشیم با ترنمه سعدی، فعال حقوق زنان از کابل. خانم سعدی خیلی خوش آمدید. وضعیت بعد از استقرار دولت منتخب طالبان در شهرهای مختلف افغانستان به خصوص کابل که الان خود شما هم حضور دارین به چه صورته؟ عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما خانم مولایی و تمام هموطنان عزیز که ما را از سطح ساعت دنیا میبینن. عرض تسلیت دارم، امروز 18 سنبله هست، مصادف با 20 سالگرد شهادت عامر قهرمان احمد شاه مسعود. وضعیت کابل بسیار بحرانی هست. وضعیت افغانستان در کل بحرانی شده و در طول قریب یک ماه هست که از آمدن امارت اسلامی در افغانستان میگذره و مردم با بیکاری، با فقر، با گرانی مواجه شدن و بسیار وضعیت خراب هست. و شما شاید بودین در تمام چند روزی که مظاهرات ادامه داشت، مردم بر علیه حکومت قیام نکرده بودند. مردم دادخواهی هایی که انجام دادن به خاطر حق خواهی زنان بود، به خاطر مشارکت سیاسی زنان بود که در بدنه حکومت نقش داشته باشند. به هر حال زنها هم نیمی از پیکر جامعه افغانستان هستند و زنهایی که درس خواندند، سواد دارند، تحصیل کردند، اینا باید ثمره تحصیلشان الان باید برداشت کنند و در راه توسعه و پیشرفت افغانستان تلاش کنند. اما با کابینه جدید بر زنها هیچ سهمی داده نشده و کسانی که بلند شدن آشوبگر یا شورشگر نیستن. اینا فقط کسانی هستن که میخواستن حق و حقوقشان، حق و حقوق مدنی، انسانی و شهروندی خود مطالبه کنن و بگن که ما هستیم، ما وجود داریم. به عنوان یک شهروند قانونی افغانستان من وجود دارم و میخوام کار کنم، تلاش کنم و در شکوفاییش کشورم سهیم باشم. این جرم نیست. خانم سعیدی، همونطور که شما الان در صحبتاتون اشاره کردید، در روزهای گذشته شاهد تجمعی اعتراضی زیادی بودیم به خصوص از طرف زنان. الان طالبان ممنوع کرده هر گونه تجمعی رو. فکر میکنید مردم چقدر از این قانون پیروی کنن؟ به هر حال همیشه قوانینی باید باشه که مردم شمول باشه. مثلا هیچگاه حکومت هایی که فقط به خودشان اندیشیدن و فقط اون کاری که خودشان خواسته انجام دادن، تکروی کردن، اونا خیلی نتونستن پایدار بمانن. حکومتی در افغانستان پایدار خواهد ماند که قطعاً مردم شمول باشه، با رضایت مردم کار کنن و امارت اسلامی و یا هر حکومت دیگه که قرار هست در افغانستان حکومت داشته باشن و یک دولت پایدار و توسعه‌مند داشته باشن، باید نظر مردم رو داشته باشن، باید با مردم رفیق باشن، باید مردمشان رو دوست داشته باشن. حکومت پایدار خواهد بود که ملت او رو دوست داشته باشه و با انتخاب ملت و با از طریق انتخابات، از طریق انتخابات آزاد برگزار شوه و مورد تایید مردم باشه. تکلوی و زور همیشگی نیست. شاید که آنن یا لحظه‌ای یا برای موقتاً یک چند وقت جواب بده، اما تا ابد باقی نخواهد ماند. بنابراین اگر حکومت امارت اسلامی میخواهد که در افغانستان باشه و همیشه بخواهد حکومت کنه، باید به زنها مشارکت به موضوع پنجشیر هم بپردازیم که طالبان گفته به دنبال کوچاندن مردم از این منطقه است. در این مورد چی میدونید؟ خیلی کوتاه ممنون میشم بر ما بگید. اطلاعی ندارم از پنجشیر، اما در کلی رو میگم که کوچ اجباری برای مردم خوب نیست. مردم چطور میتونن زندگی آشیانه و خانواده خود ترک کنن؟ این یک نوع زورگویی هست و این در هیچ کجای جهان قابل قبول نیست و جز قوانین جنگ حساب نمیشه. نباید این کار انجام بدن. سپاسگزارم از شما. ترنمه سعیدی، فعال حقوق زنان از کابل همراه ما بودید.